مقایسه ما با افراد بالاتر ضمن ایجاد احساس‌های منفی مثل افسردگی، احساس عدم رضایت، رنجش، خشم، نفرت تو دوران کودکی وقتی توسط والدین بچه ها با بالاتر از خودشون مقایسه میشن یا با بچه های موفق تر از خودشون، باهوشتر از خودشون مقایسه میشن، یه قالب فکری ناسالم تو ذهن بچه ها ایجاد میکنه به نام طرحواره نقص و شرم، و این بچه از کودکی احساس میکنه که ناقصه و به خاطر اون نقص خودش مدام احساس شرمندگی میکنه، و این احساس شرمندگی اگر یه جایی جلوش گرفته نشه، درمان نشه، تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنه، تا دورانی که وارد دانشگاه میشه، وارد بازار کار میشه، ازدواج حتی میکنه، پدر میشه، مادر میشه، ولی همچنان اون احساس نقص و شرم باهاش هستش. این زمینش برمیگرده به همون برخورد والدین که بچه خودشون رو با بالاتر، با موفق‌تر از خودشون مقایسه میکنه. حالا اگر برعکس باشه، یعنی ما با پایین‌تر از خودمون مقایسه کنیم و مدام بگیم که تو از دیگران بالاتری، تو موفق‌تری، ببین اونو چقدر خنگه، تو چقدر باهوشی، خب این احساس تکبر، غرور، خود بزرگبینی، حالت‌های خودشیفتگی در فرد ایجاد می‌کنه، و اگر تو دوران کودکی توسط والدین انجام میشه، یه قالب فکری ناسالم به نام طرحواره استحقاق رو ایجاد می‌کنه. طرحواره استحقاق وقتی توی بچه رشد می‌کنه، خودش رو تافته جدا بافته می‌دونه، از دیگران بالاتر می‌دونه، و وقتی بزرگ میشه معمولاً شخصیت‌های نارسیستیک یا خوششیفته به خاطر همین طرحواره استحقاق به وجود میاد، و این استحقاق هم دلیلش این بوده که مدام والدین این بچه رو با دیگران مقایسه کردن، تو خیلی بالاتری، تو خیلی قوی تری، تو خیلی زرنگ تری، باور غلط تو ذهنش میاد که من با دیگران فرق میکنم، بالاتر هستم، و خب غیر از اون جنبه‌های اخلاقی که متکبر و خود بزرگبین و اینا میشه، لازم روانی اون شخصیت خودشیفته، و خب معمولاً این افراد خودشیفته به ندرت میتونن یه رابطه اجتماعی یا عاطفی سالمی رو برقرار بکنن، چون مدام از موزه بالا به دیگران نگاه میکنه، حتی وارد ازدواج و روابط عاطفی هم بشه و همسر خودش هم یه نگاه بالا به پایین داره، در نتیجه اون بالانس برقرار نمیشه، نمیتونه اون بده بستون عاطفی رو خوب انجام بده، در نتیجه اون رابطه به شکست میرسه. به همین خاطر ما راه سومی رو پیشنهاد میکنیم و اون مقایسه انسان با خودشه، انسان رو با خود فرد در واقع مقایسه بکنید. مقایسه فرد با خودش احساس رضایتمندی، اعتماد به نفس، احساس شادابی، احساس پویایی، احساس احترام برای وجود خود در فرد ایجاد میکنه، و این آسیبزا نیست، چون فرد رو با خودش مقایسه میکنه که تو توی یه دوره‌ای عمل کردی داشتی و الان عمل کردت یه جوره دیگه است. یا من خودم رو وقتی با خودم مقایسه میکنم میگم قبلا مثلا بیشتر کتاب میخوندم، یه مدت کتاب نمیخوندم. برعکسش هم میتونه باشه، قبلا کم کتاب میخوندم الان بیشتر وقت میذارم، مثلا زبان یاد میگیرم، قبلا ورزش نمیکردم الان ورزش میکنم، یا قبلا ورزش میکردم الان ورزش نمیکنم، دارم یه ذره تنبلی میکنم، از برنامه هام حذف کردم ورزشو. اینجا به من بر نمیخوره، چون خودم رو با خودم مقایسه میکنی بر نمیخوره. یه خانم رو وقتی مقایسه بکنی، مثلا یه خانومی رو، خانم خانه‌داری رو، آشپزیش رو با جاریش، آشپزیش رو با حتی خواهرش مقایسه بکنی، طبیعتاً رنجیده میشه دیگه. ولی وقتی که آشپزیش رو با خودش مقایسه میکنی که تو نسبت به قبل آشپزیت بهتر شده، یا قبلا خیلی با دقت و با عشق و علاقه غذایی رو درست میکردی، تازگی ها همچنین یه ذره سنبلش میکنی، فرد اینجا آسیب نمیخوره، چون اون کسی که من باش مقایسه میشم خودمم، پس نسبت به خودم که حسادت نمیکنم یا خشمگین نمیشم یا بدم نمیاد یا احساس تکبر نسبت به خودم برام به وجود نمیاد، خودم رو با خودم مقایسه میکنم. آدم ها اگر یاد بگیرن مهارت رو، هم در مورد خودشون هم در مورد دیگران، وقتی وارد مقایسه میشیم یه جا به خودمون اجازه بدیم مقایسه بکنیم، و اون اینه که فرد رو با خودش مقایسه بکنیم. این عملکرد رو ارتقا میده، باعث یک
بازنگری مثبت در وجود فرد میشه. یه تکنیک وجود داره ما اسمش رو میذاریم محور 0 تا 100. میگیم ببین شما یه محور مختصری تو رو در نظر بگیر، اون پایین ترین قسمتش که هیچیه میشه 0، اون قسمت کامل میشه 100 دیگه، 0 و 100. تو هر زمینه ای تو وقتی میخوای مقایسه بکنی خودت رو تو این محور مختصات قرار بده. مثلا تو یادگیری زبان تو 0ی؟ میبینم نه 0 که نیستم، 0 اونه که هیچی ندانه و تا حالا اصلا هیچ کلمه‌ای رو یاد نگرفته باشه، پس 0 نیستم. 100 هم نیستم. اون موقع میام میسنجم میگم مثلا 30 هم. وقتی که ما تو محور مختصات تو هر زمینه ای این محور مختصات 0 تا 100 به فرد واقع نگری میده. این واقع نگری خیلی تو روانشناسی شخصیت مهمه، توی ارزیابی ها، که فرد میبینه که خب نه من دست با چلفتی بی استعداد خنگ نادان نیستم، چون اینا همش میشه اون 0ه. خب من واقعا 0 هم نیستم، میتونم حالا 10 باشم از 100، میتونم 15 باشم از 100. یا از اون ور احساس میکنم که وای من جوگیر شدم، خیلی مثلا بالا هستم. تو محور مختصات که میرم میبینم نه واقعا خب 100 هم نیستم. وقتی تو محور مختصات یک ویژگی رفتاری یا اخلاقی خودم رو قرار میدم، من رو واقع نگر میکنه. وقتی واقع نگر میشه نه دوچار غرور میشم، نه دوچار عدم اعتماد به نفس میشم، نه ناامید میشم، نه جوگیر میشم، چون روی محور مختصات یه نقطه هست که نه 0 نه 100. حالا بعضی از صفت ها و عمل کردام 30ه، بعضیش 70ه 80ه. یعنی بعد خودش یک جامع نگری به فرد میده و ارزیابی جامع باعث واقع نگری میشه. در نتیجه اعتماد به نفس تنظیم میشه، چون میبینم خب علاوه فنی اون کسی که مثلا کار فنیش میگه نه خب من خیلی از کارهای خونه رو واقعا خودم میتونم انجام بدم، کار فنیشو به خودش 80 میده، ولی ممکنه توی زبان بگه خب من خیلی زبان یه سری لغت ها رو میدونم ولی خیلی نیست، 10 به خودم میدم. ولی وقتی این پتانسیل ها رو میبینه که من از نمره های پایین تا نمره های بالا دارم، خود این احساس خوبی میده و بعد میتونم ارزیابی بکنم، چون تو محور مختصات میگم خب الان که 10ام شاید من 6 ماه دیگه بخوام زبان کار بکنم میتونم به 50 برسم، میتونم به 40 برسم. در نتیجه برنامه ریزی براش میکنم دیگه. برای خودتون، برای اینکه دوچار جوگیری و توهم و تکبر و خود بزرگبینی و خودشیفتگی نشید، یا از این ور دوچار عدم اعتماد به نفس و نمیدونم احساس ناامیدی و افسردگی و اینا نشید، این محور مختصات رو برای خودتون قرار بدین. کاری نداری برای کاغذ بذارین یه محور مختصات 0 تا 100 عدد گذاری بکنید و بعد تو صفتهای مختلف بیاید خودتون ارزیابی بکنید که من واقعا چندم. اینجوری باعث میشه که میبینید توی زندگی 0 نیستید، 100 هم نیستید و انسان سالم نه 0 نه 100. چون اون کسی که قرار 100 باشه اون انسان نیست، اون میخواد خدا بشه، توهم خدایی گرفتتش داره، میخواد تو همه چیز خدا بشه. و اون کسی که 0ه، خودش رو 0 میدونه، اون اصلا وجودش داغونه دیگه. اگر خواستید تو همین زمینه اطلاعات بیشتری رو داشته باشید، قبلا یه کلیپی رو گذاشتم تحت عنوان از کمالگرایی به پیشرفتگرایی، اگر دوست داشته اونو ببینین، اون میتونه کمک بکنه تو این زمینه اطلاعات تکمیلی رو بهتون بده در رابطه با همین بحث مقایسه کردن. مراقب خودتون باشید تا بعد، خدا نگهدار.